وسط یه مقدمه آیون خانم خبرنگار که از سوال داره سوالش کوتاه میپرسه جواب کوتاه میدم، کسی میگه خارج از این صحبتی نمیکنه. ببخشید یه خورده دیر کردم. سال اول آقای سخنگو، ما کم کم داشتیم امیدمون از دست میدادیم که شما بیایید. سعی کنید دلم که تو زندگی همیشه امیدوار باشی. هیچ وقت خاصیت چیزایی رو که ندارین عزیز دل من نخورین. یه چیزایی مثل زیبایی، کیت خوب، کلاس بالا، احترام، خلاصه این وجنات و سکنات. حالا ما که همه این چیزا رو داریم چیکار کردیم؟ چه گلی به سر این نظام زدیم؟ برو اول بعدی سوال تو بکن. میخواستم بدونم از بیروت چه خبر؟ خب الحمدلله دستبوسه. یه کسالتی براشون پیش اومده بود که به قول قوه الهی و وجود دکترای حاضر حزب‌اللهی در حال درمانه. این که میگن جمهوری اسلامی در داستان بیروت دخالت داشته درسته؟ طبعا درسته. خب کارخونه‌مونه. همین چند وقت پیش شورای شهر اعلام کرد که بیروت کارخونه تهرانه. اختیارشو داریم. بعدم تازه به تو چه؟ نه آخه تو به تو چه تبره؟ چرا راجع به وضعیت آقاهاشمون قندهار نمیپرسی؟ چرا راجع به پسرخاله‌مون بغداد نمیپرسی؟ عدل پیره کردی به کارخونه‌مون؟ خجالت بکش. خبرنگاری؟ جز اصحاب خبری؟ خوب الان من زنگ بزنم به جرم ایجاد مزاحمت تذکرت کنم؟ نه خوبه آقا، این خوبه من این کارو بکنم؟ خوب نیست دیگه. او خواهرمه، معلومه تو زندگیش دخالت میکنم، خیرشو میخوام. ای صحبتی داری تو؟ میتونی بری به بابات بگی بره پیش بابامون که همون مقام معظم باشه صحبت کنه. شاعر میگه که تو منو دعوت کن به شهر بیروت، تا بیام با موشک تو چشم و ابروت، تا بیام با موشک تو چشم و ابروت. اخیراً آژانس انرژی اتمی در گزارشی که دادن از ابعاد احتمالی نظامی پروژه هسته‌ای ایران خبر دادن. می‌خواستم نظر شما رو بدونم. عرضم خدمتتون که ما با این قسمت گزارش کاملا موافق. یعنی ما میخواییم به عنوان اسلحه از انرژی اتمی استفاده کنیم؟ ایتو بدیم. شما اینجا اینو میبینی؟ اینو میبینی؟ این اتم رو میبینی؟ آه کسی هست اینجا که این اتم رو ببینه؟ نه. باریکلا. با چشم غیر مسلم نمیشه اتم رو دید. چون خیلی ریزه، یعنی ریزه، نمیبینیمش. به همین خاطر ما باهاش اسلحه درست میکنیم، میبندیم به چشمون، بعد میتونیم اتم رو ببینیم. ولی دیدمون باهاش چیه؟ صلح‌آمیزه. میخوایم با چشم مسلح به این اتم نگاه کنیم. انرژی هسته‌ای برای فردای ایران چه کاربردی داره؟ فردا؟ ازم به خدمت انور که فردا چند شنبه هست؟ جمعه است آقای سخنگو. والا امت همیشه در صحنه جمعه هیچ کاری نمی کنن. ما اکثرا میریم نماز جمعه. شما هم تشریف بیارید. امام جمعه این هفته حجت الاسلام و المسلمین حاجی احمد خاتمی خود در تصدیق روح شریف ره هستن. حاجی هستن قول دادن این هوا. نفر بعدی. نظرتون راجع به رئیس جدید مجلس آقای لاریجانی چیه؟ والا نظرمو به خودش گفتم. خودشو میدونم. میشه بفرمایید چی گفتین؟ گفتم که آقای لاریجانی تو دلم جا داری. ای خدا کار دنیا رو می‌بینی؟ دل ما شده اینه او گاب داری. اینه او گاب داری. سوال من اینه که این همه حرف و حدیثی که حول برکناری آقای پور محمدی هست چیه؟ والا این موضوع یه موضوع راهبردیه که باید اونو در حوزه افکارمنشی و در ارتباط ساکروفیولوژی که یک نوع خودشیفتگی در هنجارهای اجتماعی و سوانه سوختگی ناشی است، اون که این روزها در سطح شهر تهران به صورت طرح‌های مختلف امنیت اجتماعی از طرف نیروی انتظامی به طرف اتوبان شفاعت‌الله نوری و پل افسدیه که یک طرف هم هست می‌بینیم. البته مشته بودم برده می‌دهیم. بعد اینا چه ارتباطی با برکناری آقای پور محمدی دارن؟ بس ارتباطات خودش رابطه تنگ و تنگی با بحث بودجه داره که ما البته کمبود بودجه رو با آب و حوض کشیدن و پارو کردن برق تو فصل تابستون تامین میکنیم. از طرف دیگه ناصرالدین شاه در جریان تعقیب گریز به دست یکی از عوامل سینمای هالیوود کشته شد. البته من نمیخوام اینجا دلتو بشکنم. به خاطر این سوالت میخواستم برات شمع باشم تا از صبح تا شب برات بسوزم. به خاطر همین سوالی که کردی. حیف آقایون که ادیسون برق اختراع کرد. نفر بعدی سوال بعدی. آیا این حرف درسته که میگن دولت نهم، یعنی دولت آقای محمود احمدی نژاد، توانایی مهار تورم رو نداره؟ والا عرض کنم خدمتتون که در این رابطه و این مسئله که استمنام سون سینی و سیب و
سیندرلا دیدیم سیستم اونجا به صاحب سیما و سیمیان و سیمان و سه تا از این سه سیما و سیستم و سه سه تا دو سه بودم سیستی بیدی سیستی و سو سی سه اون سه دو سه اون 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 آقای سخنگو من سوالمو فارسی کردم، میشه بگین شما با چه زبونی به من جواب دادین؟ مطمئنی فارسی فرد شدی؟ من چون فارسی رو جواب دادم. البته دل به دل راه داره میدونی؟ عجب دل دریایی دارین شما آقای سخنگو. قربون شما برم نظر لطفتون. البته مهم نیست که البته مهم نیست که دل دریا باشه یا برکه، مهم اینه که چی؟ نذاری کسی جورا باشه توش بشوره. خب آقایون کنفرانس مطبوعاتی در اینجا به پایان میرسه، امیدوارم که تمام سوالاتتون به جواب رسیده باشه. تا برنامه بعدی خدا.